حضور حضرت شما برای شاهی که 40 سال سلطنت داده 27 سال تبید چی معنا داره؟ تبید شاه و گدا ندارد و دوری الوطن برای همه ما پر از رنج است. سوخت لاله زار من، سوخت لاله زار من، رفت گل از کنار من، سوخت لاله زار من، رفت گل از کنار من. به تو نرنگم و نبود ای قدم بهار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم بهار من، به تو نرنگم و نبود ای قدم تنم همون وجاست نال نکار ماست، تنم همون وجاست نال نکار ماست، تنم همون وجاست نال نکار. چندر کلان مشکل نیست دیگه، به موتوری منو میشناسه دیگه، رود دیر میاد یا خانی؟ پولیش رو دیر شما بیرد امریکا رو نمیست اومده سویست اومده؟ تنها آمی بود آدرس شما؟ آه آدرس های خواهی کل آدرس های ما دیگه بازد آه خواهد آنه دیگه خواهد این رو گرفتم بازد شما دهی باشید و شما چی نشان دادم یکان اکسای زنان رو که کابل ما گرفتم اینی را اینی یک طالب است؟ برای قیچی و زور میشه قیچی میگنی طالب است و بیچاره مرد چیز کرده لطش کرده اینی زن؟ یک کاش کسته؟ اینی پای نداره شش اولاد داشت شوارش هم کشته شده بود از روی یک دروازه رفته که دروازه مخصوص مردا بوده این نفهمیده که چرا یک شما بندیش کردن و دو دفعه لط خورده بود بیچاره بسیار شدید دیگه بسیار زنا را من بسیار زدم روشون گفتم اینو ببینین یه ای زن شیشته بود و از هر فرق این زنا خودشان شیشته را گدایی میکنن این بچه اگر که تا بیم روش گفت زدم دیریه کد گفت من شتو کنم که من آرد خریده نمی کنم که من آرد بلند رفته خار میکرده یک دوکان بسیار مشکلات این هم چیز است کابل استادیوم سپورت که بود نه غازی استادیوم اونجا آل نفرا را دست می برن این نفر هم تفنگچه زدن که تفنگ زدن دو نفر سرش بریدن پیش روی بسیار نفر زنا گیریه یک حال بود
فقان و گریه بود. یک نفران بود، بسیار نفر بود. در خیلی آنها کابل که در دادی با جایی نفتی کلی بیشتر. شده و حالی و بندیکاری و خیمپری و سرنوی. سلام ها و تمنیات نیک ما را از مسافه های دور بپذیرید. پیام زنان زجر دیده و ستم دیده ستم کشیده افغان، حضور محترم بابای ملت افغان و اعضای محترم لوی جرگه، این پارچه سفید صرف یک تکه بیارزش نیست، بلکه چادر عفت مادران، خواهران، همسران و دختران شماست. ما زنان افغان جان دادیم، زجر زندان کشیدیم، مگر چادر عفت خیش را از دست ندادیم. ما چادر خود را در این جرگه همار کرده از شما صلح و صفا می خواهیم. وطن و ایران خود را آباد و هموطنان آواره خود را در آغوش مادر وطن می خواهیم. ما از جنگ بیزاریم، بیایید همه تعصبات زبانی، منطقوی، مذهبی را کنار بگذاریم و در فضای دوستی زندگی را آغاز کنیم. خدایا تو بهتر دانی آن کن، درد وطنم را تو خود درمان کن. به نمایندگی از زنان افغان، خواهران، دختران شما و دختران زندان دیده ایشون بی توفیست که به شکل قلب مردم افغان هم اولاد ایشوماست در بین ازی خاک وطن است. از طرف فرزندان مجاهد شماست که می خواهند که در افغانستان صلح و صفا بیه. کاش که من چه خوشی شده من به این فصلت گپ می دهد. از گل آقا شیرزی نامایشان هر روز پشتم بگی واقعا و بعد خدا که امروز مؤسس شد که خودش هم نمیبینم بعد خدا مگه بگیم تمام خصه و تمام این چیزهای شد ایشان رو تفید نیست حالا اگه نمیشید از مثلا تا وقت نمی که کار میشه که ما شما تا یک جای برسیم سید ناصر زید نامبر کنید که شهر شکر سلام علیکم اجازه الله خالد زگی سر کوانتینی کو شهرانی از ما اخشان اسما دیدم اخشان اینک با بیانیه اعلیحضرت محمدرضا شاه پادشاه سابق افغانستان جلسات کمیسیون تدویر لوی جرگه اضطراری ملت افغانستان گشایش می‌یابد. خداوند بزرگ را سپاسگزارم فرصت مؤثر شد تا با جمع از هموطنان عزیز که نمایندگر وحدت ملی افغانستان هستند دیدار کنم. پس از آن که در اثر جهاد پر افتخار ملت مسلمان افغانستان قوای متجاوز اتحاد شوروی از کشوری با خارج گردید، توقع می رفت که رنج و عذاب ملت افغان پایان یافته و دوران سرخ و بازسازی کشور آغاز گردد. اما متاسفانه ملت ما با وضع دردناک روبرو شد که نه تنها سبب کشتار گروه بیشماری از فرزندان افغانستان گردید، هزاران نفر را معیوب و آواره ساخت و کرامت انسانی را پایمال نمود، بلکه تمامیت وحدت ملی و بقای افغانستان را به خطر روبرو گردانید. و منظور به رسیدن به صلح عادلانه از طریق احترام به اراده آزاد مردم افغانستان و وسیله دایر نمودن لوی جرگه اضطراری که چند سال قبل طرحی را تقدیم نموده بودم، امید می‌رود اکنون با سهمگیری مردم افغانستان و همکاری کشورهای دوست مخصوصا سازمان ملل متحد تاریخ سال افغانستان در محل اجرا قرار گیرد. خداوند بزرگ و ملت رنجیده افغان صلح و آرامی و رفاه عنایت فرماید
آمین و من الله توفیق. Majesté, est-ce que je peux vous demander deux mots sur l'importance que peut avoir cette conférence ? Vous le voyez, ce que je peux sentir maintenant, cette expression de ce peuple, depuis longtemps que je ne les ai pas vus. Je le vois avec beaucoup d'émotion et c'est un très grand plaisir. J'ai eu un très grand plaisir d'avoir eu cette occasion de les voir. Merci. Et vous, vous êtes toujours au service de votre peuple. خانوی مردم آتش شد. تمام زندگیشون رو به خاک برابر کردن. به هیچ جای زندگی نمانده. در نتیجه ما مجبور شدیم بازم به مشهد آواره به معنای واقعی کردیم. فعلا ایران هستیم تا باز ما مجبوریم. پس باید بریم افغانستان آلیم. بافت خوردیم، گری خوردیم. باید بریم بامیان، بریم تالخان، بریم تخار. جای دیگه بریم. آقای خازی، شما از داخل افغانستان آمدین. شما گفتم میتونین که امی علت ازی یا انگیزی ازی که نام پادشاه سابق افغانستان در پیش مردم همیشه است. امی علت ازی چی است؟ پاینت بسیار عمده یا انگیزی بسیار قوی امروز در افغانستان موضوع آرامش است که همه خواهان ازوستن و انگیزی قوی در پالوی آرامش آزادی است که امی آزادی را در وجود پادشاه پیششان مجسم میشه. من خیال میکنم که مردم افغانستان در وقتی که ظاهر شد امامان افغانستان بود اوی که او مردم از دل خود چی میگن او را ما نمیفهمیم. برای که من نمیتونم گفتم من چیزی که دیدیم به چشم خود نوکرهای ما که دفعه بر ما نوکر میشوندن نوکر میماندن و ما میخواستیم که اونام دو نوکر بانن از خاطر که ما بادار باشیم دیگه. و من نمیفهمم که نال مردم که راستی افغانه که اکثریت افغانستان در اون وقت وضعشان چی رقم بود و چی فکر میکردن و ای که داود خان آمد و زارشا را پس کرد و میرقم کودتا شد مردم هیچ نگفتن. یک نفرم نخیست که بگوید که نیم از زارشا را میخوایم. میخوایم این سوال شما را اجواب چرا به خاطر ازی که من از نظر قومی متعلق به قوم هزاره هستم که مردم مظلوم و بسیار بیچاره افتاده در افغانستان. یک از خاطرات ما متعلق میشه به حدود سن 13 سالگی 14 سالگی من ظاهر شاه آمده بود در مناطق هزارجان. همه مردمی که در استقبالش میرفت مثل ای که کدام پیشوای مذهبی آمده باشه. به تعبیر خود ما با یک ارادت و عشق میرفتن ازش استقبال میکردن. شب از پدر خود سوال کردم که این آدم کیه؟ چرا اینقدر شما دوستش داری؟ دمه جواب گفت که بچه‌م اینم اینجا که ما با شما شب در خانه آرام خواه میکنیم اینمی که میریم شارا میگردیم پس میاییم هیچ کسی هیچی در ما با شما نمیگه از برکت سری همی آدم است. اولی سالای 54 کابل آمده بود. اون زمان از نظر سنی هم بعضی از مسائل میفهمدیم. چیزی که بسیار برای من جالب بود در اون زمان من که کابل آمدم نشریات را دیدم که از گروه های مختلف سیاسی و فکری بود. یعنی از چپترین و تندروترین کمونیست که اونجا من نشریه و مجله دیدم تا تندترین مسلمان تا تندترین گروهی که امروز معروف شده به اسلامیست و اینا در اون زمان این گپ در یک جامعه عقب مانده مثل افغانستان یک گپ بسیار نادر و جالب بود و بارا اینا آرزو میکنن که کاش ما با اون روزگار برسیم. گرچه من یک داخل پرانتز و معترضه میگم که چه بسا ای آرزوها یک عقبگرد باشه در تاریخ ما. وقتی که داود خان رئیس جمهور شد و ظاهر شاه برآمد از مابین افغانستان چرا مردم قیام نکردن؟ این خو یک گپ هستن که من یاد میه که در بین عوام ما یعنی در بین توده مردم مخصوصا در هزارجات ما گپ اینی میتود بود که این از همون خانواده گفته میشود اینا خانواده کلان هست سینه پراخ داره اینا مردم بزرگ هست اینا مردم تحملشان زیاده مردم های خوبه و حتی من اینطور یادم میاد که اینا میگفتن به این خود که چی بسا این دوتا بچه کاکا با هم دیگه ساختن و یکیش گفتم من مدتی خسته شدیم میرم در روم تو همینجا بمونم. بعد از اینکه یک مملکت 20 سال جنگ دیده مردم نمیتونن که پس برن. یعنی به امید از اینکه یک وقت یک چیز خوب داشتیم 20 سال زندگی ما تکه تکه شده حالا پس میخواییم که امون چیز خوب را که داشتیم پس به دست بیارم اون ناممکن است.
ایران باید ما نظر بگیریم که برآمدن از این اتوماتیک معنای توسط ظاهر شاه فرق کوک صورت بگیر اتوماتیک معنای زیر نمیده که احیای مؤسسه سلطنت است، نه، یک سمبول است و امروز قواهای دیگه در مابین افغانستان هستند که ظاهر شاه همقدر بتانه که در بین از اونا یک نقش رو بازی کنه که اینا رو به هم نزدیک بسازه و امو وحدت ملی افغانستان تأمین بکنه و یک شکل بسیار ابتدایی یک دولت جدید را بگذاره، یعنی تعدابش رو بگذاره و بعد دیره به دیگرها تسلیم بده که اینی کار ما بود، اینی صورت گرفت، اینا شما میدانی، اینی میره پیش ببرید. وطن من به کسایی که امروز 20 سال و 21 سال است او نه پاشا را میشناسه نه سابقهش خبر داره که او را مقایسه کنه که در وقتی از او امنیت بود و حال نیست و این فکر میکنه که امی کل عمر سابق هم جنگ بود و امی جنگ است. خلاصه ای که غیر از کلاشینکوف دز دیگه هیچ نمیفهمه هیچ. ای که وطن یک تعداد اشخاص های و اجیره بیشتر ما امیر را عرض کردم که ما افغان ها از خود گله داریم، ما از چه گله کنیم که کی مداخله میکنه و کی نمیکنه؟ هر کس که مداخله میکنه توسط ما میکنه، ما اجیر میشیم. اگر افغان بفهمه ای گپا چرا اجیر شو؟ ما خود طالب داخل کردیم داخل کابل برای چرا رد کنم؟ شما را هم شناختی؟ این خود گناه دیگه کسی بود در اول امی مفکره نبود که اسکر زهر خان است و لشکر زهر خان است. ما خود به نمی بازی خود دیم، یعنی چه قسم میداره بدن اینا؟ جنگ داخلی شروع شد، دو انتخاب داشتم، یا میرفتم و میکشتم، یا میرفتم در سمان یه یه ری، خودی 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 نام خدا بگو این دستان امروز این واقعات در افغانستان شکلی احساسات درسته که ناراحت ساخته تمام نیم حتی همسایه ما به بی حالت مشکلات هست به اعتنایی که دیر روز بود و امروز هم که طرف که میبینم متوجه هستم که به این قضیه یک خاتمه شما یه چیزی که میشه باید من اطلاب مسئلت هست برادر خود میبینم که سالها از ما دور بودم هر کدامش که میدونم یک منطقه یادم میاد هر کدامش که میدونم یک روزگار و یک چی یادم میاد خلاق ما باید کولا کندن دی کسی دیجا کولا خوب است از دار خوب است برای خدمت شما همیشه خوب است سلو سال بیاد شما مسائل و افدازه بیر نریدی تو کری سرات لای مدیر براسی با دیر لار با دیر لار با دیر لار نیست کولای دوانستان با جیبل تو تا طول دادر کرده چه بود غیر بابا ما سوبر بر تو کنم من با شما بودم که خواستم که چند روز به دوری هم بشینیم همین منظور بود که هر خدا هم مکتیب گفتن داریم از مجموع داعتی افکار خود یک نتیجه خدا کنی که بتشیم خوشبختان کل مردم هستن کل مردم هستن بله همه مردم خود هستن دیگه تکلیف نمیتیم چنه میخواه بودیم که یک دفعه ببینیم دوست کنم به یه روز کنیم بابا صاحب خیر خندار بابا صاحب این پاچه خان خان زدران صاحب می پچیز پاچه برتا چه افغانستان از آد شوی بیدوم از پاچه کتا چرا غلا بید و برتا پاچه شوی بیدوم از پاچه شوی دیون شوی
کودتا که شد من به چی بودم؟ به اسکیه، جزیره اسکیه. به اونجا به من گفتن که داود خان کودتا کرد. باز دیگر همینجا موندیم تا حالا که میبینیم. داود خان پیغام روان کرد که من کودتا رو یک کدوم مجبور بودم که اگر من یک کدوم کسی دیگه می کرد خوب کنیش کسی بودم. خب این همشیری مست و خانم داوتان چقدر نفر مردن، چقدر نفر مردن و کل جوان مردن و یک ماستیم که تاوری خود ما کم کردیم. این عکس اینا از عکس‌های مشهور است اینجا. برای اینا عکس‌های بسیار قدیم است. من اینجا به فرانسه بودم. من یک وقت من داود خان تقریباً به یک اتاق زندگی میکردیم. یک وقتی بود که روزگار بسیار مشکل انقلاب به افغانستان بود و ما به یک خانه بسیار کلبه باری یک تیز داشت چون به نام کادوکن ما بین نیس و اما جایز ما و داود خان دیگر مثل بردیم ایچن روز. اما لحظه ای که الحضرت نادر خان غازی شهید شدن شما هم در کنارشان بودید؟ باری فقط تحجیب میدونم شطور با آدم فری آخر هم مثلی بنای کرد بکنم تقریبا تسبیده بودیم. فرام تو زندگی ما و هر کس مشکلات و حادثات دارم همین که ببیخ یک امیش بود یک آدم یه احمق آمد برای من گفت یک کار برتان آوردیم یک کار دارم کار دارم بالا کرد من نشان میداد من به دل من گشت که میادم اون کار دارم بالا که میکنه یک چیز دارم فقط به خدا که این به دل من گشت که این وقتی که ضربت زد من یک اندازه نیست چه گرفت و میگلی رفتم کامل خلاص این چیزا تالیست دیگه. وقتی که در 18 سالگی شاه افغانستان شده، آینده افغانستان چگونه میدیده؟ حالا موقعیت به صورت قطعی میه، موقع فکر کردن نمید. آساس دادم فکر نمی کنم. افغانستان چاره نبود. ولی من اول نمید صدمی پیادتی پدر من هر قدر من را مشت میدیدن باشه ایلا نمی کدوم. همین بود که آشتایستر آمد و گفتن افغانستان سوی آوردن و واقعاتی. و ما هم راستی فکر می کنم که پس اگر خدای نخواسته چی به دوری به باز دوباره اونم انقلاب و اونم خانه ها در گرفتن می باشه. دیگه مجبور شدم که قبول کنم. فقط در این وقت موضوع مقام چوکی هیچ وقت به پیش من قیمت نداشت. تنها اما وقتی که سلطنت قبول هم کردم من برای خدمت برای مجلحات مردم افغانستان شخصا خود من هیچ وقت چوکی همین چیره نداشت. سوال افغانستان هر وقتی که یک دست داخلی کشور شد در تاریخ افغانستان از تا وقتی که دست است همیشه امروز یک همسایه مسلمانی ما که به او ما شخصا بسیار کدورت ندارم مگر سوال ملت ها نیست سوال کسان مسئول که به راست هست کرکتیر هاشان شخصیت هاشان من خاطرات خود هر روز داشته می کنم چیزی که می بینم و چیزی که سرگذشتی چی از یاد خود، چی از یاد حقوقت بین‌المللی، چی از یاد خوب یک پست ابسرواسیون خوب است که دیگه باید مجموعی از دیر وقتاً فراختاً دو مواد، سه مواد میخورم بسیار تجربه است برای خود من که ببین شش ماه یا هفت ماه یعنی تغییرات به خود ما پیدا شده نسبت به اشخاص بسیار دلچسپ است. Okay.
حرکتی که حال شما خسته شدین من خسته نیه اگه شما خسته شدین نیه من خسته شدین Le ciel est très beau, même avec un pendant, comme j'ai bien fait silhouette de l'arbre avec ce ciel bleu, c'est très bien. Mon idée artistique, nous avons. Avant, j'avais un appartement. Non. Vas-y. Un peu plus chéri qu'aujourd'hui. Grosse rosse, c'est. Ça aussi, il était hors de la ville. Petit peu mal. Mais ici, je suis plus. C'est calme. Et c'est... la place est très bien pour mes domestiques et pour toutes les choses. Et allez, je suis en ville. Oui, parce que ça va, je me sens bien. Elle dit ça va, elle dit ça va, et bah, là, je garde ici. بایی بسی خونو کسید بایی بسید بایی من خیلی احتیاط نیکنم که موازنه ایم خراب نشه که به پیشوی مردم نخیم نیست بخواد Vous êtes de Paris? Vous? Oui, non. Je suis romaine. Romaine? Oui. Un romaine qui parle si bien français. Oui, parce que j'ai vécu à Paris. Et vous? J'habite Paris. Parisien? Oui. Parisienne? Oui. Paris. Moi, j'ai passé le très grand temps à Paris. La dernière fois, je suis allé, j'ai cherché mon lycée, je l'ai trouvé avec beaucoup de difficultés. Je suis allé à Neuilly, chercher où j'habitais. Il y avait un député chez lequel je trouvais avec beaucoup de difficultés. Tout est tellement changé, les façades sont changées. Dans cette maison, qui est la maison que j'ai louée, chacun a porté son... Moi aussi, j'ai planté quelques arbres, comme souvenir. Un petit pommier. Je ne sais pas si je verrai ces pommes. Moi, j'aime beaucoup cet arbre. C'est un arbre très... Chaque jour de mes parents sont venus, je les ai fait monter sur cet arbre et je les photographiais. Mm-hmm. C'est très bien. Cette mousse, c'est... C'est épaisse. Voilà. Vous voulez le toucher aussi? C'est agréable le toucher. Ami, Neholchoni, dans l'Afghanistan, dans le moment où je suis mort, از سه درخت و چهار درخت البته درخت های جلوی یک مقدارش رو ادبته کردم به سری به جلالباد رو بگویم؟ درخت میوه؟ به جلالباد؟ ببینید مثلا بزکشی در زمان شما رواج گرفت؟ بزکشی یک فلسفه داشت من یک بازی بیلی ساختم از فلسفه که
همین هندوکوش از بین بره و از اون طرف و اقوام از اون طرف احساس تدیر بکنه که یک سهم کلان دارم و بسیار روز مهم بود، سالگیری هم بود یا بود بسکشی از این لحاظ و بسیار مقبول بازی هم بود بسیار خوب بازی هم بود بازی بزکشی خودش بزاد خود یک چیزی خاص افغانستان قوت بکار داشت هم اسب قریه داشت بکار بود هم آدم قریه و آدم کمره یک دست خود میتونه که یک گوزپندی 20 کیلو را به دست بگیره و بکنه و دیگه هم حمله کنن به سرش خواهد آسان نیست به خیلی که مانده نشیم شما تا مانده شده باشیم؟ بودی صحبت دیگه نو جپر جپر مدبازیل این میکروفون به خاطر که برای می چی خوب شمال اینا را کلش ای نمیمانه که بگیم خبت است بخیر نگه بداره نمیم شب اول کامره بودم با هم صحبت کردیم شما یک بر ما گفتید که در پیش کامره آدم مجبور است که باز از گپا را نزنه به خاطر کسی را افگار می سازه اینا ما ترجیح میتونم سکوت کنم این ما گفتدم سا خوش دارم بابا باشه تو مرکز باره که سکوت بکش میشه و کامره نمیشه من هر چیز دارم گفته را یک انتروی که صورت میگه یک انترویز که یک کمپکت سیاسی باید داشته باشه سر بردم آدم گفه نداره که یک دق بسازه بود من هر چی که بکنم یک نفر دو دفر تبی دق بشه افتار من امروز دیگه آدم با اون یک حدود بگیره که بر افغانستان یک گروه متعصب به اونجا هست که انترپریتاسیون هم ترکایی که ما میکنیم نمیکنه در دوره ما زن دوباره امو حیثیت خود را عملش دارد. اما موضوع زن در افغانستان چهار مدت به شکل تعصب دیده می شود. در حالی که موضوع زن در اسلام زن یک حقی داشت. ما در قانون اساسی خود موقعیت زن تایید کردیم. در شورای ما زنها زن داشتند. شاید تو میگن چهار زن بود که من فراموش کردم شاید با سنا زن بود و در این دوره هر وقتی که یک شورش و یک مشکلات هم در شورا میبوده میشه موضوع زن ها بود که موضوع مشکلات خلق میگردن دیگر زن همه وقت به افغانستان یک حقوقی داشت حال بیاییم در زندگی اصلی قبایلی در خوایلی همه وقت زن پرده نداشت زن با پالی مرد دوش و دوش کار میکرد فقط دوره بقره ای از بیرون آمد من فکر میکنم که یک تی اندویسته این بقره آمد و این بقره ماند خب یک دوره آمد دوره آمد آخر که یک بقره رو کوشش کردم که از بین ببرم باز دوره انقلاب آمد که پس تمام پیشرفته های افغانستان و اینا پس یک بازگشت یک قرن پس رفتیم باز یک دوره ما بود که آستاس تا پس دوباره مکاتب نسوان و اینا داری شد و این آلی دوباره پس بایی حکومتی نو پلی فعلا اوزای زن اون چیزی که لازم است چنش خب آرزومند هستیم که یقین داریم که زن و افغانستان همه وقت رزواج
جنسیت خود نیم بلکه از لحاظ شخصیت خود همیشه کسایی بودن که در پالی مرد خود به جنگ سهم داشتن، در کار سهم داشتن، در عرفان سهم داشتن و فکر میکنم که خوشوقت است یک مملکت که همینطور یک طبقی داشته باشه که به او سنگیری از او برای همه ساحات پیشرفت کشور کمک میکنه و این پیشرفتای به شمال شده بود که من هنوز ندیدم. اول خود شمال بعد از تحولات سمسال از هر لحاظ از لحاظ سنتی، از لحاظ زراعتی بسیار پیشرفته بود. ولی بازی هم من جوان نستن که من شما که به ایراد آمده من گل برتن پیش کدم. اینه خوب بود. برای خودشان استک دکتر کدی برتون آوردن کار زیمیت بود زمستان اما بوته این اکسای گرفتن یا بمبر دارم صافه بود این نقشه شما کنم ایده کاملا هم تکنیک این نقشه را اینجا بازنگرست هم بخودیم کنم بود این نقشه گوهای پرورد مخاطره آخر من یادم است که گفتیم که وقتی شکار میرفتیم یک قسم گفته و گلابی من برو اومد با مروز آخر که افغانستان ترک کرد که می رفت این طرف اروپا آه. اما عین چیز بود نو خیسته بود این پرنده یک ها هفته بود بله فوق تلایی اولی تا خیاسته تا گلاهی می شد بسید ملک محمود هستیم پر جنگل و پر سبزی نبود اما عجیب را یک هوای داشت نمی آدم تنفس که می کده آقای پاوان به جهان پیدا کنست این وطن که شد سنگ سنگش خوش دارد این دیگه هفریات تیه یعنی پیش بود چیز عجیب و غریب این بود که ما یک روز به هلیکوپتر رفتم دیدم از هوا هر جای هفریات شده بود نشد بود همین یک جای که اصلا مردم همین جای تجمع میکردن همی این دست نخورده بود من برای مردم گفتم که شما یک چند جریب زمینی بسیار خوب برستان میتیم همی میگذاریم که چی کنیم با ما صدا خواستن نسی چهار پنج جریب زمینی خوب رو گرفتن همینجا من یک خط هم رای چوب خود کشیدم تصادفی این وقتی که زدم کشیدم یک معبد بودایی خب همیشه بودا را به یک شکل میدیم مگر بودایی که مریم که به یک چی بودا هست و مایا دیده میشه و پیش یک حتی آب هست این بودایی به این شکل ما ندیدم اول دفت که نیدم بسیار نلچست بود اینه
هر کس زندگی گذشته خود علاقه و ارتباط داره. ما زیادتر چی داشتم؟ تصادف برابریش بوده که هر دفعه گرفتیم یک تصادف دفعتاً یک آدم آمده که مثلا فلانی آدم و زیر کندوی خود یک سنگ مخصوص مانده. میگفتم امور سنگ آورده میتونی سنگ که میان یک شپیتوی کورانتینی نهایت مقبول. خب از این معلوم میشه که خب این از کجا خدی؟ رفتیم با آی خانوم. آی خانوم همی یک شعر که فورا معلوم نیست، هم ستیل یونانی هست، هم ستیل روما هست، هم رقم پلمیری هست. مگه خوب افغانستان یک ذخایر عجیب غریب داره از این رفت و آمده که شرا و اینجا شده و هر کسی یک آثار در اینجا ماندن. تمدن بعضی چیزای خوب هم داره، بعضی چیزای مشکل هم داره. قیافه بسیار اصلی اوریژینال مملکت گم می کنم. اگر آدم پس جزی بگرده که اوریژینالیتی رو پیدا کنه، از قیافه تمدن باید صرفه نداره. اما مشکل است سوال های پیشیده است که بک دقیقه حال هم نمید. من خوب شوق داشتم که یک چیز مینیاتوری یا یه وقتایی که فرصت بود، وقتایی که چشم خوب بود، وقتایی که شبای دراز من وقت داشتم کوشش کردم به حضور یک ماه انجام گرفت که این تمام ترکیب رنگ های از این سفیدی قاشقاری کیمیایی نبود رنگ ها همیشه یا ویژیتال بود یا اینوی چیز یکانه دوره چیز هست پروفیسیونالیتی آدم بفهمه. این کار من نبود. من مردم میکنم میفهمیدن ترکیب میکردن. خب باز هر وقت که آدم به یک مکتبی چیر کردیم و شب شب خیلی رسم داشته و شب قلمک میزنم. باز یک وقت زیادتر پیدا میکنم. به وقت آدم بیشتر کوشش میکنه که یک من شوق همیشه به رسم داشتم. امروز اولادی خود رو میبینم بسیار بد نیست. من یک دختر دارم. این رسمانه که میبینیم. این از دختر من است. بلقیس. آلی از مکه بسیار خوبتر شده. همین پیدا کردن موضوع، پیدا کردن چی؟ اینی از مکه بسیار پیش رفته. شما گفتیم که میناتور شبانه کار میکردین. خب کم میکردین؟ والا من خواب بسار همیشه کم خواب بودم. نه تنها و دوره سلطنت و سابق خیری به دوره متیر کرده بودم که وقت یک مقدار خواب میکردم تعلیمگاه که 24 ساعت سی عسکری بود و رفتن بود و گشتن بود و این بود البته به وقت یک اندازه آرامی بکار داشتم. مگر عموماً از 3 ساعت 4 ساعت انتها 3.5 ساعت هم خوابی که تکمیل میشه خواهیم. بسایی هستن که 12 ساعت بکار دارن. این هم قراره. شبانه باز امیر رسم میکردیم؟ بله؟ شبانه باز که خواهیم؟ نه خواهیم یک هرچه خواهیم. شب کار دیگه داشتم. یک مقدار فرامین بود تقریبا به حدود 500-600 که به تمام علاقه داری ها به تمام جای افغانستان چه میشه. همین یک دستخط کردن یعنی تقریبا یک مدت زیاد میگیرد. عکاسی از چی وقت علاقه پیدا کردید؟ من پیشم از دگرها را که میدیدم شوق برای من پیدا شده بود. باز اینجا که آمدم البته تحولات به خود کمره زیاد شد. کمره پیش رفتن، موضوع آسانتر رفتن. او میز و پام و اینایی که به کمره قدیم بود، آلی کلش اوتوماتیک است. آلی فقط چیزی که از کمره موضوع نیست. پیدا کردن سوژه. این بخیر من که یک مهارت اصلی برای عکاس همیست که
چیزی خود آچی رقم میافه. ما کوشش کردیم که بعض کسایی رو دلچسپی دارم. اگر هیومور باشم. یک دوستی من بود خدا بخشه مرد، استاد خلیلی یک یادشی من باشه. شاعر بزرگ بود. یک شاعر بسیار خوب بود. اما برای موضوع پیدا کردن عکاسی اینا که نزدیک به چیش باشه من نیز مکس های عجیب و غریبی گرفتیم. برمومه میخواد دیده باشیم که اینو من یک روز یک چیزی پیدا کردم بسیار خوب. یک کاغذ شفاف نیلن مانه این به سر گندم انداخته بودن. این یک قواره بیست یک فانتوم ماره گرفته بود. من دیگه چیز نکنم دو تا چهاری چشم مریض دادم یک فانتومی مطلق. من نیست بمیم یک سای من هست. همه سوال میکنند که چرا شما رومن خواهد کردید؟ من خواهد یک سابقه داره دیگه. سلاطین سابق افغانستان و امان الله خانم همینجا بود. خانواده امان الله خانم همینجا بود. دیگه هم مفتبم داره. هوای خوب داره. به روم هم مفتبی کابل که در آدم میافم. و چیزی که به ایتالی من اسم میکنم که به دیگه جای شاید نباشم. امی خود اینجا آدم حس نمی کنه که به یک مملکت اروپایی باشم. بسیار خودمانی مردم هستن. آره به انگلستان آدم خود حس نمی کنه زود که به یک جامعه انگلیسی خود فرانسه تا یک اندازه. برای من آسان بود چرا که به فرانسه یک قسمت زندگیم تیر شد. به 7 سالگی به فرانسه رفتیم. به کجا رفتیم؟ به پیش یک خانواده یک دپوته. یک وزیری هر روز هر وقت تقریباً دو مباد به شام می رفتم. این جنگ های ما بینی دپیتی ها که می شود بلا ما یک جنگ دیدیم عجیب و غریب گرم آمدن ما بینی یک گروپ کمونیست اینا یک جنگ واقع شدن نفر چه یک ریش هم داشت یکی از ریش دیگر تو کشم می کنن یعنی در یک فضای دموکراتیک با مو کسایی که با مو خانواده دوره هم جمع می شدن مردم های بودن که سریعه. آیا تحصیلاتتان در فرانسه و اینا یک تاثیر داشت دمی دموکراسی آوردن در افغانستان؟ دموکراسی تنها به تعلیم تربیت نیست، دموکراسی به خود طبیعت انسان است. بعض انسان هم که دموکراسی رو قبول هم می کنن مگر یک طبیعت چی دارن؟ من خودم همه وقت تقریباً دموکرات بودم. یعنی از لحاظ تنها پرنسیپ نه، از لحاظ خودش دیدم و ایم. افغانستان از جمله اولین کشورهایی بود که حقوق بشر را امضا کردند. و این هم سر به دوره شما. دوره نیست. یک وقت و زمانی میاد که هر کس به اون دوره حقوق جایی را میگیره که یک کشوری خودم متمدن نیدنیم باید از که گیره حقوق زن و حقوق مثلا در افغانستان مثلا قصاص که شما مثلا در وادی شما هیچ کشتن و مثلا قصاص نبود همین شما بگم که موضوعات شرعیست که در زدن رایی بسیار مشکل بود و نمیتونستون بگویم اون چیزی که شریعت گفته نکنیم در این زمان رئیس یک انسان متمدن باز دیگه امرشان سرشور می دادیم و گپ می زدیم می زدیم که امیر قصاص رو به شکل خود نکنن اول کوشش می کردیم که اگر صفحه کنم مگه مشکل است پیش می فرنا صفحه کردن و سمان شکل Sukhtama
اگر شد بی اثر از ناله ما کن حذر. آب ما خون گشت اما آتش ما آتش است. سوخ و تنم همان بجاست. ناله نکر کار من. سوخ و تنم همان بجاست. ناله نکر کار من. سوخ و تنم قصر اول تخت پروس بنیاد است. بیار باده که ایام عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از هر چی رنگ تعلق پذیرد آزاد است. فلسفه این آزادی را یک کسی پیدا بکنم.